به نوشته صفحه اینستاگرام نرگس محمدی که توسط نزدیکانش اداره می شود، اولی محاکمه این زندانی سیاسی پس از دریافت جایزه نوبل صلح ساعت 10 صبح روز 28 آذر ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد. وبسایت اکو ایران با استناد به آمارهای رسمی که توسط نهادهای حکومتی اعلام شده از کاهش موجودی ارز و طلای بانک مرکزی به عنوان دارایی‌های خارجی این بانک به کمترین میزان در چند ماه گذشته خبر داد. حماس تأکید کرد تا زمانی که عملیات نظامی اسرائیل در غزه متوقف نشود، این گروه حاضر به مذاکره برای آزادی گروگان‌های اسرائیل نیست. حماس روز یکشنبه 17 دسامبر با انتشار پیامی اعلام کرد تا وقتی که تجاوزات صهیونیستی علیه مردم ما یک بار برای همیشه متوقف نشود، موضع این گروه همچنان بر جنگ است. منبع حقوق بشری کولبر نیوز خبر می‌دهد که اشکان فهیم، فعال ادبی و فرهنگی اهل مهاباد، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به ریاست قاضی دوستی به اتهام اجتماع و تبانی به 45 ماه حبس و مجازات تکمیلی 2 سال تبعید محکوم شده است. احمد علی اسدی، سرپرست کاوش در آبراه‌های تخت جمشید، از کشف 20 اسکلت انسانی در این بنای تاریخی ایران باستان خبر داده است. به گفته اسدی، در 6 فصل کاوش‌های باستان‌شناسی در آبراه‌های پایتخت هخامنشیان تا کنون 20 اسکلت انسانی شامل اسکلت زن، مرد و کودک به دست آمده است. با تداوم حملات شورشیان حوثی یمن به کشتی‌ها در دریای سرخ، چندین شرکت بزرگ کشتیرانی ایتالیایی، سوئیسی و فرانسوی هم اعلام کردند عبور از کانال سوئز و تنگی باب‌المندب را متوقف کردند. ایالات متحده به کره شمالی هشدار داد هر گونه حمله هسته‌ای علیه منافع آمریکا یا متحدانش با پاسخی سریع و قاطع روبرو و منجر به پایان رژیم کیم جونگ اون خواهد شد. این هشدار در بیانیه پایانی گروه مشورتی هسته‌ای آمریکا و کره جنوبی بیان شده است. مهران برخورداری، تکواندوکار وزن منهای 80 کیلوگرم ایران، با برتری برابر حریف ازبکستانی در فینال گرند پری چین با توجه به قهرمانی در گرند پری پاریس در تابستان، سهمیه حضور در المپیک 2024 پاریس را کسب کرد. فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی به پیشنهاد 60 تا شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی به وزارت ورزش برای خرید سهام عمده باشگاه پرسپولیس پرداخته و مدعی شده که این پیشنهاد با توجه به سهامدار بودن این شرکت در باشگاه ذوب آهن، ترفندی برای فرار از خرید پرسپولیس است. پاکو خمس، سرمربی تهران، در نشست بازی با پیکان درباره برگزاری دربی تهران با VAR گفت عدالت باید در فوتبال برقرار شود. قوانین باید برای تمامی تیم‌ها یکسان باشد. اینکه برخی تیم‌ها با یک قانون و تیم‌های دیگر با قانون دیگری در یک رقابت شرکت کنند درست نیست. نباید در فوتبال نابرابری باشد.